این زنان در شهرکی بوده ایالت تکساس ایالات متحده آمریکا از اشیایی که در گذشته استفاده می بردند محصولات نو می سازند. در این روند لباس را به متوع خام تبدیل می دهیم. این یک معجزه است و این زنان در این نوع کیمیا سهم گذار هستند. سر و لباس نظامی، کلاه، رویمال و غیره ابتدا قیچی شده بعد شسته و به اشیای خام تبدیل داده می شود. سپس از آن کاغذ می سازند و یا به حیث اشیای خام در نقاشی هایشان استفاده می برند. اینجا مسئله فراموش کردن درد و الم و آزاد شدن انسان از حوادث دردناکی گذشته است. نام این لایحه نیز رها است. زنانی که شامل آن می باشند، سابق اعضای یگانه گروه زنانه تعینات خاص ارتش ملی افغانستان بودند. آنها در همراهی با سربازان گروه های تعینات خاص ارتش ایالات متحده آمریکا در ساحه های معلومات اکتشافی پیدا می کردند که دیگران نمی توانستند. با سر قدرت آمدن طالبان وضع تغییر یافت. بیرون شوی ما سرشار از خرج و مرج بود. احساس میکردیم که یک چیزی نزدیک به دل و جان، به فرهنگ و مردممان در فاصله روزها و ساعتهای فرو میریزد. سر از کلی در سالهای 2019-2020 در افغانستان با واحد تعینات خاص زنان افغان ایفایی وظیفه کرده است. وقتی نظارت کابل به دست طالبان گذشت، او به زنان نظامی افغان در ترک این کشور کمک کرده است. در یک روز آرزو و هدف همه را از دست دادیم. در طول دو سال سپری شده تخمیناً همه 40 زنی کماندای افغان به آمریکا انتقال یافته، حالا معلق در هوا منتظر تصدیق سندهای پناهندگی می باشند. آنها از کشوری بودند که در آن زنی نظامی هدف حمله ها بوده است. این دلیل که بعضی از آنها تا هنوز مقام پناهندگی نگرفته و آینده‌شان روشن نیست، ناعدالتی است. حسنی می خواهد مطمئن باشد که او و اهل آیلش هیچگاه به دست طالبان نخواهد افتید. این خانم همزمان آرزو دارد که صاحب حق اقامت و یا گرین کارت آمریکا شده به صفهای ارتش این کشور پیوندد. میدونم که وقت از دست می رود. در سن معین من از حق خدمت در ارتش آمریکا محروم می شوم. زنان افغان قدم به قدم لوحه را با امید و آرزوهایشان پر می کنند. ماه نویبر سازمان کامند پرپاس این نقاشی را در نمایشگاه نیویورک در معرض عام خواهد گذاشت. حسنی پاره بیرق و ارتش افغانستان را آماده کرده است. افغانستان هستی من، دل من است. درد و الم پشت سر می شود. کهنه به نو تبدیل می یابد، ولی قدم به قدم و با مرور زمان.